به نظر من یکی از زمین‌هایی که بایستی برای مردم فراهم بشه و جزء قضاست، خواب به موقع است. اگر افراد قبل از اینکه خسته بشن به استقبال خستگی برن و چیزی در حدود 15 تا 20 دقیقه استراحت بکنن، آرام و بخوابن، کاراییشون 4 تا 8 ساعت افزایش پیدا میکنه و 4 تا 8 ساعت با سلامتی کامل. من خودم هر وقت که استراحتی آرام داشتم بین کارم، کارهای بعد از ظهرم کارهای خیلی خوب بوده است، وگرنه نه، کاهش کارهایی داشتم. این خواب چی در حدود 8 تا 15 دقیقه است که خوبه به پشت انسان بخوابه. زمانی که ضربان قلبش تنظیم شد کافی است. و اگر در طول مسیر یا رانندگی دارید یا تدریس دارید یا تحصیل دارید یا میخواید کاری انجام بدید که خستگی مفرط دارید، حتما 10 الی 15 دقیقه بخوابید. این کارهایتون رو چند برابر افزایش میده. کسانی که کار ممتد میخوام که کار طولانی مثلا 16 ساعت میخواد در روز کار کنه، این میسره، در صورتی که خواب اصلیش خواب سر شب باشه، از ساعت 10 تا 4 صبح، بعدش هم هر 4 ساعت یک ربع بخوابه. این میتونه 16 ساعت کار فعال داشته باشه بدون اینکه بیمار بشه. در غیر این صورت نه، این ممکنه 16 ساعت کار بکنه ولی قابل استمرار نیست، دچار بیماری و ضعف خواهد شد، نحیف میشه، از پار در میاد. پس خواب، یه خواب پیوستش هست که 4 تا 6 ساعته، خواب ناپیوسته به خصوص ظهر اوج گرمای تابشی، نه گرمای باز تابشی. گرمای تابشی 11 تا 12 ظهر شرقی است، باز تابش این گرما بعد از ظهر بیشتره. در این شرایط، در این زمان، این خواب ارزش فراوانی داره. یک نکته دیگه هم موضع خوابیدن هست و شکل خوابیدن. موضع خوابیدن بهتره که رو به قبله باشه، یعنی به نحوی که وقتی پا شد از خواب ایستاد، رو به قبله ایستاده باشه. این بهترین موضع خوابیدن این گونه است و در سر شب به طرف چپ و سپس به طرف راست بخوابه. و حتما و حتما یک خواب عمیق، خواب مطلوب، خوابی است که 3 الی 3.5 ساعت پس از صرف غذا انجام شده. پس کسی اگر میخواد که ساعت 10 بخوابه، باید ساعت 6-7 شامشو بخوره. اگر دیر شام خوردید، خواب سنگین ندارید، خواب اول خواب نارام بخشید. وقتی که غذا حذف شد، حالا ساعت 6 صبح که میخوای پاشی، حالا خوابت میاد. چرا؟ اون موقع است که غذا حذف شده و میتونی بخوابی و بنابراین شام سر شب خواب رو عمیق و مطلوب میکنه. شام آخر شب خواب رو، حجم خواب رو زیاد میکنه، کیفیت خواب رو کاهش میده. این نکات از نکات حفظ سلامتی بسیار بسیار مهمن. افرادی که عمر طولانی داشتن کسانی هستن که به موقع میخوابن و به موقع بیدار میشن، شامشون رو سر شب میخورن و خواب ظهرانه مطلوب دارن. اینها تا لحظات آخر عمر طولانیشون هم باهوشن، با فراست، هم از اطلاعات قدیمشون استفاده میکنن، هم از اطلاعات اخیرشون. یکی از علتهای اساسی توسعه فراموشی و چه فراموش برشی مقطعی، چه فراموش آلزایمر در سراسر جامعه کنونی، عدم بهره‌گیری درست از خواب است. پس خواب از آیات الهی است که باید استفاده درست ازش بشه تا موجب حفظ سلامت بشوند. این سلامت هم سلامت تن است و هم سلامت روان. مراقب سلامتی خود باشید.